صهیونیسم از بدو تولد خودش تا الان دوره‌هایی رو گذروند، یعنی ظرف این 70 سال از زمان اعلان به قول خودشون استقلال تا الان تمام هزینه ها رو کردن، تمام تلاش رو کردن. کنفرانس مادرید در عین اینکه به اسلو در 93 منجر شد، در عین اینکه در 1994 به کنفرانس صلح اردن منجر شد، آره، ولی بازم اون چیزی نشد که اینها میخواستن. تا الان این روند در واقع ادامه داره و کماکان دولت صهیونیستی به زعم خیلی ها نامشروعه، یعنی هنوز مشروعیت پیدا نکرده. مشروعیت پیدا نکرده نه فقط ما بگیم که مشروعیت پیدا نکرده، یعنی از خیلی از اون جهات تشکیل سرزمینی حکومتی و حاکمیتی مشکل داره. اهود اولمرت وقتی که میخواستش نخست وزیر بشه یکی از شعاراش این بود که من در این دوره سعی میکنم که مرزهای دولت اسرائیل رو تعیین بکنم، یعنی مرزشون مشخص نیست، هنوز سر جمعیتشون معلوم نیست، یه عده دارن میان، یه عده دارن میرن، یه عده در این که هستن بیرون هستن و اصلا همه دو پاسپورت، آره، تثبیت جمعیتی اصلا وجود نداره تو این دوره ها و ناکامی پروژه صهیونیست. این که وقتی که ما 14 میلیون با بالاترین برآورد از جمعیت یهودی در دنیا داریم، چرا باید 5,200,000 نفر بیان اسرائیل؟ اراده کردن که دیگه نباشن. ولی چرا این 5,200,000 نفر توی اسرائیلن؟ اون 8,800,000 نفر چرا نمیان اسرائیل؟ چرا کماکان معادل همین جمعیتی که توی اسرائیل یهودی هستش تو آمریکا هست؟ چرا اون 520,000 نفری که آریل شارون خیلی سعی داشت اینا رو با ایجاد عملیات های یهود ستیزانه توی فرانسه هستن اینا رو بکشونه به اسرائیل؟ چرا خیلی از یهودی های آفریقای جنوبی نمیرن؟ یهودی های آمریکای لاتین، آرژانتینی ها نمیرن اسرائیل؟ چرا؟ مفصل هست سر کشف نفت تو منطقه و اینکه یه جای پایی باید استعمار در اینجا داشته باشه. بهترین بهانه هم بهانه دولت یهود. یهودیایی که اینجا موندن در واقع مجبور هستن، اینجا آخر خطه اون یهودی هاست. خب برای اینکه بخوان اینجا با چنگ و دندون خودشون رو حفظ کنن، نیاز دارن که برای خودشون چارچوب فکری، ملی، قومی از هر جهت رو سفت و سخت نگه دارن و رو اون تأکید بکنن.